خب گر نبودی در جان امکان گفت که ای توانستی گل معنا شکفت. از ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز ارجمندم. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم. در برنامه امروز میریم به سراغ دکتر اسماعیل نوری علا. مدت هاست که با دکتر نوری علا داریم گفتگو میکنیم و شون خاطراتشون رو با ما در میان میگذارن. از صمیمانه سپاسگزاریم، برای کمک میکنه به شناخت این بافت فرهنگی گذشته، مجموعه شخصیت هایی که به هر حال به این فرهنگ، به ادبیات ایران، به شعر ایران شکل دادن. دکتر نوری علا با پاره از اونها نزدیکی داشته، مثلا با جمعی از شخصیت هایی که خیلی اثرگذار بودن در رشد ادبیات ایران در زمینه های مختلف. ولی هنر شاید واژه درستری باشه، سینما گرفته، ادبیات، رمان، قصه نویسی، شعر و و. دکتر نوری علا عزیز درود بر شما. من هم سلام میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران و بینندگان برنامه. حال شما خوبه؟ به مرمتون. تصور میکنم دیگه واشه های سرکله سرما پیدا شده اون از منطقه شما. بله دیگه، الان شبها اینجا حسابی سرد میشه. سرده. بخاری، یعنی به بخاری احتیاج دارید یا هنوز نه؟ چرا، روشن شده. روشن کردی؟ بله خب بسیار عالی. خب تا جنونی اگه به خاطر تو باشه، روز گذشته، بار گذشته ما رو بردید به لندن، یعنی از شما عازم لندن شدی تو، در اونجا ورود کردی تو، بعد دیدار با ایرانی ها و ما سراپا گوشی. بله عرض کنم که من سال 1354 در کسوت یه دانشجوی علوم سیاسی رفتم به دانشگاه لندن و تا سال 1300 و عرض کنم که 80 و ببخشید 1359 و 1360 در واقع دوران تحصیلم رو میگذروندم و دفاع از تزم هم دو سه ماه بعد از عرض کنم که حدوث انقلاب در ایران پیش آمد. در این 4 سال خورده ای که من به عنوان دانشجو در لندن زندگی میکردم، در جلسه قبل عرض کردم که رفته رفته شاهد این بودم که لندنی که از وجود ایرانیان خالی بود و کمتر آدم به ایرانی برمیخورد، مگر در محافل دانشگاهی که دانشجویان رو میشد دید، یک باره در طی این 4 سال پر از ایرانی شد و این خودش نشانه این بودش که یه درکی در بین کسانی که دستشون به دهنشون میرسید ایجاد شده که اوضاع ایران رو به عرض کنم که ناهماهنگی و نااختشاش و اینها میره و مردم دونه دونه اونایی که میتونستن زندگیشون رو جمع میکردن و میامدن به خارج از ایران و لندن به خصوص یکی از جاهایی بود که البته همراه با پاریس و آلمان و این حرفا، ولی لندن که من بودم میدیدم که هر روز بر تعداد ایرانی ها افزوده میشه. به طوری که من دوستی داشتم در ایران، آقای توفیق ممتاز که برادر آقای تقی مختار سردبیر مجله ایرانیانی که در واشنگتن منتشر میشه، ایشون در تهران عرض کنم که یک دفتر تبلیغاتی داشت و من با او همکاری میکردم در نوشتن مثلا مطالب تبلیغاتی و غیره و چند نفر از هنرمندانم در دفترش کار میکردن، مثلا آقای عباس کیارستمی که آشنایی من با کیارستمی در واقع در دفتر ایشون رخ داده بود. و کیارستمی چه کار میکرد اونجا؟ کیارستمی نقاش بودش، طرحهای تبلیغاتی رو تهیه میکرد. من مطالب رو مینوشتم و کیارستمی طرح میکشید. هنوز وارد سینما که نشده بود آقای کیارستمی. فکر میکنم که همون موقع شروع کرده بود با کانون پرورش فکری کودکان کار کردن. اما عرض کنم که من فقط در سال 56 بود، یعنی یک سال قبل از انقلاب، تابستون که رفتم به تهران، او به من گفتش که من دارم یک فیلمی میسازم برای کانون پرورش فکری کودکان به مناسبت روز معلم
و از من خواست که بیایم با هم دوتایی این فیلم رو کارگردانی بکنیم و در نتیجه در اون تابستون من و او رفتیم و این فیلم رو ساختیم. فکر میکنم که عرض کنم که البته قبلن فیلم سینمایی گزارش رو ایشون خارج از کانون ساخته بود و بعدم در مورد تیتراژ فیلم ها ایشون فعال بود. مثلا تیتراژ فیلم عرض کنم که قیصر رو ایشون ساخته بود با موزیک منفردزاده و روی خالکوبی بدن پهلوانانی که داشتن تو زورخونه کار میکردن. به حال کار سینمایی خودشو میکرد، به عنوان شغل هم استخدام شده بود در کانون پرورش فکری کودکان، اما عصرا میامد و در دفتر آقای ممتاز که اسمش بود سبز، سازمان تبلیغاتی سبز، در اونجا هم به کار عرض کنم که طراحی مشغول. در کدام خیابون؟ عرض کنم که دفتر سبز اگر درست یادم باشه قوام سلطنه نبود؟ قوام سلطنه نخه، اون نه. اون دفتر آقای ممتاز برادر درسته درسته فاکوپا نه اون چی بود بلد. ایشون هم اونجا کار تبلیغات داشت که آقای عباس پهلوان و اینها باش کار میکردن و همین پارسال بود که ایشون در ساکرامنتو فوت کردش. بله بله. و آقای نوریالا اون زمان که با کیاروسمی آشنایی داشتی فکر میکردی یک روزی چنین مقامی در سینما جهان پیدا بکنه؟ نه به هیچ وجه اصلا فکر نه. از کار که من خب اعتقاد داشتم به این که او کارگردان خوبیه و به خصوص که سبک خاص خودش هم داره. اون اولین فیلمی که برای کانون پرورش فکری ساخته بود به نام نان و کوچه که در واقع داستان ساده ای داشتش که یه بچه یه که نون سنگک خریده و ظهر میخواد بره خونهشون و وقتی وارد کوچه میشه یه سگی اونجا ایستاده و عرض کنم که واق واق میکنه و این بچه از این سگ میترسه و انواع اقسام راه ها رو میره برای اینکه بتونه از این خطر رد شه و به خانه برسه. یه داستان خیلی ساده ای بودش که کاملا عرض کنم که نفوذ میکرد در درون روانشناسی سوژه فیلم. کاملا معلوم بود یه آدمیه که دارای سبک زبان سینمایی خودش داره، ولی من هرگز فکر نمیکردم که شاهد روزگاری بشم که او جزو 10 کارگردان مهم تاریخ سینما تلقی بشه. دقیقا. ولی خب قطعا شایستگیش رو داره و مجدانه هم در این زمینه داره کار میکنه و واقعا یکی از افتخارات هنر سینمای ایران محسوب میشه. دقیقا همینی که میفهم. دقیقا همین. بله. عرض کنم که آقای ممتاز وقتی که ملتفت شد که این همه سیل ایرانیان به طرف لندن سرازیر شده، آمد به لندن، اونجا یه خانه خرید و یک دفتری هم در های استریت کنزینگتون اجاره کرد و یه سازمان تبلیغاتی اونجا درست کرد به نام عرض کنم که سبز ایران، شرکت تبلیغاتی سبز ایران، که از منم دعوت کرد که همون همکاری رو که در ایران با هم داشتیم اونجا داشته باشیم. من به عنوان نویسنده متون تبلیغاتی به او کمک میکردم و او هم بسیاری از تبلیغاتی رو که در ایران میخواستن نیاز داشتن او در لندن انجام میداد، به خصوص مثلا فیلم هایی که شرکت هواپیمایی ایران هما میخواست تهیه بکنه و سفارش داده بود به دفتر ایشون در تهران، ایشون این رو با استفاده از آرشیف های فیلم های مستند موجود در انگلستان این فیلم ها رو میخواست بسازه که من براش کارگردانی میکردم و متنش رو می نوشتم و غیره. آقای دکتر نوریالا، یکی از همون متنهای تبلیغاتی به خاطرتون هست که مزنه از کارتون رو به دست بدید ما باشتا بیشیم؟ بله، اولین کاری که اونجا کردیم ساختن یه پوستری بود برای خود دفتر سبز ایران که من پیشنهاد کردم که یه خیابون لندن رو عکس بگیرند که چراغ راهنمایی داره و هر سه تا چراغ ها رو رنگش رو سبز بکنیم و بعد شعاری که من نوشتم این بود که با سبز ایران
چراغ‌های لندن برای شما سبز است. یعنی زرد و قرمز حفظ کردید. بله، همه رنگ‌ها شده بود سبز. کار ساده کردید. یه دفتری بودش که در واقع هم کارهای تبلیغاتی میکرد و هم کمک میکرد به ایرانیانی که میامدن به انگلستان، اگر مراجعه ارز کنم که دانشجویی داشتن، کار بهداشتی و پزشکی داشتن یا میخواستن خانه و مستقلات بخرن، همه این کارها رو این شرکت انجام میداد. به عنوان دستیار ایرانیان محسوب میشد و کار میکرد که چراغهای لندن در مسیر اونها سبز باشه. سازمان موفقی هم بود؟ بله، بسیار موفق بود. عرض کنم که داستانهای مختلفی هم توش پیش میامد. مثلا مسئله بردن مریض ها به بیمارستان ها خودش حکایتی داشت، برای که مریض هایی که میامدند عرض کنم که انگلیسی که بلد نبودن، ولی ما بعد دانشجویان ایرانی رو میگرفتیم که اونها با مریض ها برن پیش دکتر و ترجمه کنن. و بعد داستان های پیش میامد، مثلا مریض میامد میگفتش که تو دلم مثل این که رخت میشورن و حالا این بیچاره ترجمه کن مترجم باید این رو ترجمه بکنه. خیلی از این اصطلاحات بودش که آدم فکر در زبان فارسی خیلی رایج بود. آدم میرفت پیش دکتر مثلا دلشوره دارم، تو دلم نمیدونم چی میشه، اینا رو ترجمه کردنشون بسیار خنده دار بود. همینطور در معاملات ملکی که صورت میگرفت و اینا. جالبه، جالبه. مثلا در دوره ما، من به خاطرم هست که آدم مسن در میان ایرانی ها نمیدید، همه جوان بودن، همه اومدن درس بخونن تو اروپا و مثلا بعضی فصل ها پدر مادرها یا بستگان یا بزرگسالان میمدن به دیدن اینها و یه چند روزی بودن برمیگشتن. ولی من به خاطر ندارم که مثلا یه خانواده از ایران آمده باشه، ساکن شده مثلا تو شهرهای مهم سوئیس یا آلمان یا اتریش، فرق نمیکنه. ولی یک بار ناگهانم تو که شما گفتید در شبهای انقلاب این معادله کاملا به هم میریزه، خانواده ها به هم مملکت رو ترک میکنن. نیست مثلا اونایی که خیلی فرصت طلبن و پیشاپیش تشخیص میدن که انقلابی در راهه یا ممکنه مملکت با مشکلاتی روبرو بشه، اینا سریعا ایران رو ترک کردن و بیرون اومدن. بله، اینا در واقع اولین دسته مهاجرانی بودن که پیش از انقلاب راه افتادن، آمدن بیرون برای اینکه بوی انقلاب رو شنیده بودن. بله. و اینها چهره لندن رو همان گونه که شما میفرمایید به کل عوض کردن، یعنی دیگه خانواده ها بودن، مردان مسن بودن. و عرض کنم که بعد مثلا اولین مسجد شیعیان در لندن درست شد که یک کلیسایی رو خریدند، آیت الله، عرض کنم که الان یادم نمیاد اسمش، که در قم بود، پسرش رو فرستاده بود اونجا با مبلغ زیادی پول. در قم یا در شی؟ خویی، آیت الله خویی. نخیر، نه؟ آیت الله خویی نه، یه آیت الله دیگه، آیت الله دیگه بود، اسمش یادم نمیادش. اونا رفتن یک کلیسایی رو خریدن و اون رو تبدیل به مسجد کردن، یعنی حضور شیعیان ایرانی دیگه کاملا محسوس بودش. متوجهم کاملا. بله. من یادم آقای دکتر نر با خسروداد، جنرال خسروداد، بله، بندر بردن به دربار این آقای کی رو ببینیم، آقای آتابای، و اونجا هم قرار داشتن، منم با ایشون رفتم. بعد از کنار اتاقا که رد می شدیم تو رو نگاه می کردیم، هیچ کس پشت میز نبود، اتاقا خالی بود. خسروداد به من گفتش که اینا کسانی هستند که ایران رو ترک کردن رفتن. بله، یعنی از خود دربار شروع شد، ترک ایران از خود دربار و از کارمندان دفتری دربار شروع شده بود. اینو کاملا به خاطرم هست. با افسوس میگفت نگاه کن اول خود اینها رفتن از ایران بیرون. خب ببینید، مسئله در این بودش که این قشری که به خصوص از 1140 به بعد به منصب و مقام و تنعم رسید، خیلی قشر مصنوعی بود، پیوندی هم با جامعه ایران نداشت و مثل این بودش که یه عده از خارج آوردن، در واقع بسیاری هم از خارج رفته بودن داخل در اون دوران، و اینها در اولین وزش باد انقلاب فهمیدن که جاشون اونجا نیست و رفتن.
من یادمه که مرحوم ایرج گرگین یک بار آمده بود به دنور ما برای انجام سخنرانی، بعد شب که توی خونه ما مهمان بود و نشسته بودیم صحبت میکردیم، میگفتش که ماها اصلا مثل اینکه هیچ تعلقی به اون جامعه نداشتیم، با زور مثلا سرنیزه و پاسبان و غیره یه جایی برای خودمون گرفته بودیم، ولی به محض اینکه یه جوششی در جامعه پیش آمد اولین کسان ماها بودیم که گذاشته اومدیم بیرون، چون اگر نمی آمدیم هممون محکوم به این بودیم که یا زندان می رفتیم یا کشته می شدیم، تیرباران می شدیم. یعنی می فهمیدن که چه عاقبتی منتظرشون هستش. یا برخی از وزرا که تصور می رفت خب در اون لحظات پادشاه مریض بود، اینها او رو رها نکنن در اداره مملکت کماکان مصر، ولی اغلب یکی بواسیر شوت کرد، یکی گفت عمل جراحی دارم، یک به یک ایران رو گشتن توی چمدون و مملکت ترک کرد. احتمالا اگر که اون اواخر بقیه وزرا و نخست وزیر رو غیره هم نمی کردن زندان، اونها هم آمده بودن بیرون. اونها بدبختشون این بودش که گیر زندان خود حکومت افتادن و بعد تحویل عرض کنم که انقلابیون داده شدن. عبیدا خودش هم... البته عبیدا خودش اصرار بارها بهش مراجعه کردن بلکه بره از ایران، ولی میگفت نه میمونم، و خب فکرم نمی کرد، میگفت من که آدم نکشتم که، فوقش زندانم میکنم به عنوان حالا متهمش میکردن مثلا فرض بفرمایید به اختلاس یا فرمون برداری از پادشاه، ولی تصور نمیکرد یه دادگاه اسلامی در ایران برگزار بشه فرمان قتل مثلا عده زیادی رو صادر بکنه. این تصور در مخیله پاره از مقامات که ماندن در ایران نمیرسه، از جمله آقای ریاضی رئیس مجلس بیچاره خارج از کشور بود برگشت و گرفت. آقای ریاضی رو تو لندن دیدم قبل از انقلاب و عرض کنم که با یکی از کسانی که با من قوم خیش بود دیدمشون، او گفتش که من دارم برمیگردم ایران، بهش اون قوم خیش ما گفتش که آه خطرناکه تشریف نبرید، گفت من کاری نکردم، کاری نکردم، بله همشون برگشت ایران. بله درست، همه این مسائل بودش. به هر حال من مثل این که وقت امشبمونم به همین حرفا گذشت، من خواستم بگم که در این حال هنوز این رابطه که الان ما با ایران داریم اون موقعی که برقرار نبود. گاهی وقتی پست مثلا یه روزنامه ای رو از ایران می آورد، یا اینکه اون موقع توی عرض کنم که اون مرکز شهر لندن برخی از این رادیو فروش های هندی و پاکستانی بودن که اینا ملتفت شده بودن که یه بازار جدیدی پیش آمده به نام ایرانیا، اینا یک سری رادیوهای پنج موج شیش موج اینجوری آورده بودن که موجهای کوتاه داشت و میشد که برنامه های رادیوهای بیرون رو گرفت، و منم مثلا یکیشو داشتم و میشستم و عرض کنم که وقتی که اخبار ایران بود معمولا ساعت دوی بعد از ظهر ایران که اخبار بود میشستیم پای این چیز که خشخش و پارازیت و اینا هم گاه توش میافتاد، ولی به هر حال صدای گوینده رو میشنیدیم که ببینید چه خبره. مثلا امروز چه روز ایرانی ها روزنامه در لندن منتشر میکردن اون زمان؟ اولین روزنامه ای که منتشر شد من فکر میکنم مال خود آقای عرض کنم که ممتاز بود، توفیق ممتاز بود، به نام آشنا. آها. که من چندی شمارش قبل از انقلاب منتشر، اونم در واقع بیشتر جنبه آگهی داشته به خاطر اینکه خب چند تا مغازه ایرانی درست شده بود، نمیدونم خاربافروشی و غیره، اینا آگهی میدادن به ایشون و این مجله رو در میومد. من آمده بودم به لندن در همون زمان، یادم شبهای انقلاب یه نشریه در می که آقای شکرنیا منتشر میکرد. بله بله شکرنیا پست ایران بود، ایران پست بود دقیقاً به خاطرم نیست. بله همین طور. آقای شکرنیا هم بودن که اون نشریه در می آوردن. یه نفر دیگه بود آقای انواری، اونم یه روزنامه‌ای در خط جبهه ملی منتشر میکرد که کتاب فروشی هم داشت ایشون. کاملا درست میگید. بله آقای اینا البته بعد از انقلاب خیلی مطرح‌تر شدند. اون موقع
زیاد چیزی ندارم، یعنی ایرانی ها هنوز آشنا نبودن که می آمدن به لندن با این مسائل. در این حال مثلا چند تا از ایرانی ها آمدن اونجا، رفتن مثلا دوتا کالج عرض کنم که خصوصی لندن رو خریدن، به خاطر اینکه تعداد بچه هایی که مثلا از 10 سالگی تا 15 سالگی رافت داده بودن خانواده ها، بچه هاشون رو می آوردن می زشتن تو شبانه روزی های انگلیس و خودشون برمی گشتن که برن زندگیشون رو جمع جور کنن، انقدر زیاد شده بودش که عرض کنم این مدارس مدارسی بودن که ایرونی ها برای بچه ایرونی ها درست کرده بودن، اما درس ها به انگلیسی بود. مثل اون آقای کاوه و اینها که در اونجا بودن، یعنی خارج از شهر لندن رفته بودن و این کالج های خصوصی رو عرض کنم که خریداری کرده بودن. و خب اون موقع بچه ها هنوز میتونستن عرض کنم که از کمک هزینه تحصیلی دولتی استفاده کنن. و اتفاقا من یادمه که وقتی انقلاب رخ داد، اولین کاری که صورت گرفت این بودش که شهریه بچه های ایرانی رو قطع کردن و این بچه ها به صورت اضطراری مونده بودن تو این کالج ها و کالج ها هم نمیدونستن که با این بچه ها باید چی کار بکنن. خیلی هاشون هم من میدونم که برگشتن به ایران، بعضی هاشون حتی در جریان عرض کنم مبارزات نمیدونم ضد رژیم مثل ما فداییان رو عرض کنم که اینها حتی کشته شدند و تیرباران شدند و غیره، عده ای هم موندن دیگه در لندن و هیچ وقت نتونستن برگردن بیان به ایران. یه نسل خاصی عرض کنم که از این بچه ها بعد از انقلاب در خارج کشور واقعا به صورت سرگردانی موندن، چون پول نداشتن، باید میرفتن کار پیدا میکردن، ارتباطشون با مملکت با خانواده هاشون قطع شده بود، برخی هاشون خانواده هاشون عرض کنم که زندانی شده بودن. خیلی مشکلات عجیب غریبی برای این بچه ها پیش آمد. من فکر میکنم که این یک گوشه ای از تاریخ ما هستش که زیاد بهش پرداخته نشده و خیلی مهمه به نظرم، خیلی مهمه. یعنی دوره ای که واقعا یه دوره عجیبی است، یعنی ایران در آستانه انقطاع تاریخی است و از هر طرف ایرانی ها دارن ایران رو ترک میکنن، مخصوصا سرمایه‌داران ایرانی که در ایجاد مدرنیته در مملکت ما سهم و نقش مهمی داشتن. کارخانه ها داشت تعطیل میشد، نگرانی از این بود که خب شمار زیادی از اینها رو بگیرن اعدام بکنن، اغلب زیر تیغ تهدید بودن، اعلامیه علیه اونها هر روز منتشر میشد، برخی از اونها متهم میشدن به اینکه ده ها میلیون دلار دزدی کردن، ولی وقتی به خارج اومدن همه متوجه شدن دست اینها خالی است و یکی از اونها خودکشی کرد. یکی از اونها رو من میشناسم در شمال کالیفرنیا که جمع ثروت پولی که به خودش آورده بود 2000 دلار نمیشد با جمع افراد خانوادهش. یعنی اتهاماتی که میزدن به کسانی که به هر حال در ساخت ایران نقش خیلی مهمی داشتن در پیشرفت های ایران و خب میخواستن همه رو ناامید بکنن. بله، برای این دکان اتهام زنی که خیلی شایع بود، من یادمه که همون سال انقلاب به 3-4 ماه قبلش آقای زندیات شارخ مسکوب که شده بود مسئول رشته تاریخ دانشگاه آزاد که اون موقع راه افتاده بود، ایشون به من گفتش که تو این تز تحصیلی خودت رو که نوشتی، چون من راجع به تحولات سازمانهای مذهبی شیعه اثناعشری در طول تاریخ در ایران تزم رو نوشته بودم، به من گفتش که تو این رو چیز کن، ترجمه کن و ما این رو به عنوان کتاب کمک درسی برای رشته تاریخ بگذاریم. منم این کار کردم و کتاب رو هم رفتم تحویل دادم. بعد از انقلاب در روزنامه کیهان خوندم که انقلابیون که رفتند و عرض کنم که این دانشگاه آزاد رو تصرف کردند، نوشته بود که در اونجا مطالعاتی صورت گرفته بود علیه اسلام، از جمله اسماعیل نوریالا مثل که مثلا با خرج دولت انگلیس و اینتلیجنس سرویس و این حرفا یک کتابی بر علیه تشیع در ایران نوشته بود.
یعنی همینطور مثل نقل و نبات اتهام میزدن به همه اشخاص. برخی از گروه های سیاسی اصلا تبدیل شدن به ماشین اتهام زنی، یعنی کارشون با هم تا شام همین کارا بود، همین چیزها بود دیگه. آقای خویی اومده بود اون موقع به لندن یا هنوز نیومده بود؟ اسماعیل خویی، آقای خویی نخیر، ایشون بعدن اومدن، دو سه سال بعد از انقلاب آمدن به ایران. دکتر نوریزاده چی؟ دکتر نوریزاده هم خیلی بعد از انقلاب. نوریزاده لندن بود، رفت تحصیلاتش که تموم شد برگشت ایران. من او رو در ایران هم یک بار دیدم که تو خیابون به هم برخوردیم. بعد گفت اتفاقا من این جمعه در برنامه صبح جمعه راجع به تو صحبت کردم، بیا بریم خونه ما، من نوارشو دارم، بشینیم گوش کنیم. و او هم فکر میکنم بعد از انقلاب بله بعد از انقلاب بله کاملا درست. قبل از انقلاب کسانی که آمده بودن، عرض کردم در برنامه قبلی که مثلا از شاملو بود، سپاندو بود، غفار حسینی بود، عرض کردم که ناصر تقوایی مدتی بود، و از همه چی جالبتر عرض کردم که این ابراهیم گلستان. بله ابراهیم گلستان که اونجا یک خانه بله بزرگی هم در مرکز شهر لندن گرفته بود. و وقتی شما اونجا بودید کی هم آمد؟ اخوان سالس. اخوان سالس بعد از انقلاب. بله بعد از انقلاب ایشون بعد از انقلاب آمد، و یه مثلا یک سالی قبل از فوتش بودش که آمد به لندن. بله بله کاملا درسته. ولی از شهرهای دیگه که آمدن لندن و جالب بود، هادی خورسندی بود. هادی هادی خورسندی عرض کنم کارمند اداره توریسم بودش. بله جهانگردی. جهانگردی سازمان مثل تورج نگهبان و همین. بله بله عرض کنم که از طرف اون سازمان مأموریت اداری گرفتش و با بچه هاش و خانومش آمدن به لندن. جالب بودش که من یک بله بله یادمه که ایشون در روزنامه اطلاعات یه ستونی داشتش به نام اصغر آقا. درست. و این کاراکتر اصغر آقا اول در اون ستون مطرح شده. درست. و بعد نوشته بودش توی مطلبی که من با هادی زیاد دوستی نداشتم، میامد در مجله فردوسی هم یه صفحه داشت به نام برای خالی نبودن عریضه، اما زیاد با هم دوست نبودیم. بعد دیدم که من وقتی که لندن بودم دیدم که او عرض کنم که یک مطلبی در اطلاعات نوشته که این اصغر آقا این دندون کرسیش درد گرفته بود، و عرض کنم که رفته بود پیش دکتر و دکتر گفته بودش که آقا شما اینجا روی دونه کراون یا تاج دارید روی این دندون و اون فاسد شده و ما باید این رو بکشیم. یه طنزی سیاسی گفته بود که من براش یه نامه‌ای نوشتم و بهش گفتم که من فکر میکنم که تو استعداد زیادی در زمینه طنز سیاسی داری و اگر که بتونیم از صدمه در بری میتونید کارهای خیلی خوبی بکنید. خب آقای نوری علا وقت متأسفانه تمام شد، با دو بذاریم هفته آینده. خیلی ممنون که باز ما رو یادتون باشه تا هادی خورسندی اومدیم. من البته هفته آینده مشکوکم به خاطر اینکه در نیویورک خواهم بود در منزل آقای بهمن مخصوص. بسیار عالی. نه میشه از اونجا میشه گفتگو ادامه از اونجا بتونم. بله ممنونم. خداحافظ شما. خداحافظ میانه نرش.